عناد خودت باش، مگه میشه که توی خونه همچی باقلوای خوشمزهی درست کنی که لایه لایه چیپسی باشه؟ بله، با ترفند آیلین کوکین 0 تا 101 باقلوای خوشمزه رو توی خونه درست کن و لذت شو ببر. اگه بدونی که چقدر آسونه و هیچ مواد خاصی نیاز نداره برای خمیرش، همین الان بلند میشی درست میکنی و از خانوادت پذیرایی میکنی. لایک و سابسکرایب و بکوب، بریم با هم دیگه این آموزش و خوشمزه رو بهت بدم دلبر. لایک و بزن. سلام و درود با آیلین کوکی، خوش اومدین. دوباره با یک آموزش خیلی خوشمزه مهمون خونه هاتون شدم تا یک باقلوای خوشمزه 0 تا 100 رو بهتون آموزش بدم. این یکی از آسان‌ترین باقلواست که احتیاجی به هیچ نوع قالبی یا خمیر حتما 1000 لا باشه نداره. لایک و بکوب، بریم سراغ آموزش خفن خوشمزه امروزمون. یک عدد تخم مرغ، یک استکان آب، یک استکان روغن مایه، یک استکان شیر، یک پنس نمک، یک قاشق شکر، نصف قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و یک کوچولو وانیل. با هم مخلوط کنیم. پنج لیوانم آرد داریم که من علک کردم، کم کم به موادمون اضافه میکنیم. خیلی هم آرد نزنی که خمیر باقلوا اگه سفت باشه با وردنمون باز نمیشه دلبرا. یک قاشق غذاخوری سرکه سفیدم اگه داشتیم بزنین، خیلی تو کیفیت آردتون تأثیر میذاره، ولی من سرکه تموم شده بود این سری ندارم بذارم دلبرا. پنج تا پنج لیوان و نیم آرد میخواد. همیشه بهتون گفتم آردا یک جذب رطوبتی داره، شاید مال شما 5 تا ببره، شاید 4 تا و نصفی ببره، بستگی داره به آبخوری آردتون. تا 15 دقیقه بعد وارد بدید تا خمیر مصاب یک دست بشه. ببین هنوز چسبنده است. این چسبندگی با ورز دادن از بین میره برا.
اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد حتما کانال منو لایک کنین، نظرتون برام کامنت بذارین، اگه سری اول وارد کانال من شین خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کانالشو روشن کنین، هر وقت من ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده ببینین. برا 10 دقیقه کامل باید ورزش کنین، هرچی فرض کنین خستگیش کمتر میشه ببینین، چون روغنش عالیه داخلش زیاد نمیچسبه. به مدت 20 دقیقه روشو بپوشونیم تا خمیرمون استراحت کنه. خب دلبرا، بعد از 20 دقیقه من خمیرا رو 20 تا چونه درست کردم. باید برای این باقلوا 2 تا دسته 10 تایی خمیر داشته باشیم که مرحله به مرحله با هم جلو میریم. فقط الان آرد میخوایم برای باز کردن خمیر و نشاسته ذرت که از اینم حدود 1 استکان پر میریزم که با هم مخلوط کنیم. اینا رو هم بزنیم لایه به لایه. از این خمیر رو باید با این آرد و نشاسته ذرت مخلوط کنیم تا با هم نچسبه. دلبرا خب اینو میذاریم کنار. ببینید حالا با هم دیگه بازش کنیم خمیرا رو. مواد میانی گردوی آسیاب شده، هل آسیاب شده و نصف استکان شکر. خب دلبرا، 10 تا از اون چونهایی که اندازه کف دست پهن کردیم و لایه به لایه از همون آرد و نشاسته ذرت که گفتم لا بلاش بذارین تا به هم نچسبه، همه رو با هم یک اندازه روی هم گذاشتیم. حالا میخوایم بعد از 10 دقیقه استراحت دوم باز کنیم. لایه به لایه رو ببینیم، اول با دست بعد با وردن کامل پهن پهنش کنیم تا جایی که میزتون بزرگیش اندازه بود برای باز کردن. چون انقدر این خمیر لطیفه و نرمه که باز میشه بدون اینکه یا پاره باشه یا اذیتتون کنه. ببینین انقدر بزرگ شد، من نصفش میکنم، دوباره نصفها رو باز میکنم چون الان حدود 1 متر من باز کردم. دوباره خمیرم رو ببین، دوباره همین 10 تا چونه است، هنوز 10 تا دیگه مونده. ببین چقدر باقلوا درست میشه از این خمیر. دوباره من اینو باز میکنم، وقتی کامل باز شد بعد مواد میانی رو که گردو است با هل و شکر مخلوط کردیم و میریزیم لاش. برای که گردوامون نریزه از لای خمیر چیکار میکنیم دلبرا؟ کناره هاشو به طرف تو لا میدیم. ببینین یک طرفشو این طرف و سمت راستو کامل به طرف تو لا بدیم تا گردوها نریزه و از تیکه جلومو کامل بپیچیم و مثل لورت که میخوام درست کنیم لورش کنیم.
خب سینی فرمون اصلا احتیاجی به چرب شدن نداره دلبرا، از برش بزنیم، برش های 3 سانتی یک اندازه بذاریم، بچینیم کامل چفت در چفت توی سینی فر. میتونید سینی فرتون گرد باشه یا دوست دارین توی قالب درست کنین، توی قالب های گرد میخوام بچینین یا توی سینی فر، هیچ مشکلی نداره، فقط کنار همدیگه باشه که زمانی که توی فر میره باز نشه از همدیگه. ببینیم مثلا سینینم چرب نکردم، بچینین اصلا هم نمیچسبه، راحتم کنده میشه. هر سوالی به مشکلی چیزی خوردین، هر سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، جواب تک تک شما دلبرا رو میدم. و خواستین برای مهمونی ها یا تولد ها بیشتر درست کنین و سوالی برای خمیرش و یا هر چیزی که داشتین من در خدمتم. اینم از اون تیکه خمیر دومی، اینم گفتم براتون درست کنم تا بهتر یاد بگیری. دوباره به طرف تو تا بزنیم و بپیچیم کامل. انقدر از خوشمزدگیش نباید میگم تعریف کنم از خودم، ولی چیکار کنم، انقدری که خوشمزده شده دلبرا جای تک تکتون خالی. یک کوچولو اینجا خمیرش به پهن میخواستم باشه، نازکتر باشه، دوباره وردنه کشیدم. باید چاقوی تیز این کار رو بکنین تا خمیرتون کشیده نشه و حالتش رو از دست نده. خب دلبرا، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما کانال منو لایک کنین، نظراتون رو برام کامنت بذارین، حتما حتما سابسکرایب کنین، برای دوستاتون بفرستین، حمایتم کنین تا همین هر چی زودتر 1000 تا ساب رو پر کنم دلبرا و خستگی از تنم در بشه. دلبرا اینجا دیدم که کم گردویه، دارم روشو دوباره گردو میریزم. اونایی که گردو و مغزیجات کمتری داشتن، شما هم میتونین از پودر پسته، پودر بادام یا پودر نارگیل، هر مغزیجاتی که دوست دارین میتونین اینجا روش بریزین. دلبرا حدود 30 گرم تا 40 گرم از کره و یک استکان پر روغن مایه رو با هم دیگه
مخلوط کردم، گذاشتم یه کوچولو کرم رو روی گاز باز شد و با روغن مایه مخلوط کردم، دارم میریزم روی باقلوا. دلبرا حتما باقلواتون باید روغنش اندازه باشه تا کامل پخته باشه و طلایی باشه. اگه کم روغن باشه اصلا باقلوای خوشمزه‌ای ندارین و کامل پخته نمیشه. پس از روغن ریختنش نترسین، همون اندازه‌ای که گفتم بریزین، واقعا خوشمزه میشه. به خدا از رسیپی قنادی هم خوشمزه تره، از این آماده هم که بریم بگیرین از اونا هم خیلی خوشمزه تره. فقط کافیه یک بار امتحان کنی تا ببینین چیه دیگه. دلبرا بذارین داخل فر 150 درجه یا 160 درجه دیگه، فرای داغ و خودتون میدونین فراتون چی جوریه دیگه. بذارین داخل فر 160 درجه به مدت 50 دقیقه، 10 دقیقه آخرم فر از بالا روشن کنید تا کامل طلایی بشه. دلبرا خب دلبرا شربت که درست کردیم، شربت باید سرد باشه و باقلوایی که از داخل فر در آوردیم بریزیم روش. آموزش شربتم براتون چند بار گذاشتم دلبرا. آموزش شربتم چندین بار بهتون داده بودم، دیگه اینجا نذاشتم دلبرا، گفتم خودتون بلدین. اگه هم ندیدین حتما بریم ویدیوی باقلوای قبلی رو ببینین، از شربت استفاده کنین. تا ویدیو بعدی خدایا رو نگهدار.